با درود و سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا کانال ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. خبر فوری: امریکا 650 سرباز را برای تامین مسئولیت روند خروج نیروهایش به افغانستان میفرستد. لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. به نقل از خبرگزاری روزنامه 8 صبح، شبکه خبری CNN گزارش داده است که ایالات متحده آمریکا 650 سرباز را طی روزهای آینده برای تامین مسئولیت روند خروج نیروهایش به افغانستان میفرستد. شبکه خبری CNN روز سه‌شنبه 7 ثور به نقل از منابع رسمی خود در وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که لوید آستین وزیر دفاع این کشور با اعزام این تعداد از نیروها برای تسهیل روند خروج این کشور را از افغانستان موافقت کرده است. در این گزارش آمده است که این نیروها عمدتاً از قطعه 75 ارتش آمریکا هستند که هم‌اکنون نیز به عنوان نیروهای ویژه در منطقه حضور دارند. به نقل از گزارش CNN، این نیروها هواپیماهای ویژه خواهند داشت تا بتوانند آنان را به همه نقاط افغانستان انتقال دهد. طبق معلومات این گزارش، در این هدف جنگنده های AC-130 نیز این نیروها را هنگام ماموریت پوشش هوایی خواهد کرد. همچنان CNN در این گزارش خود گفته است که آقای آستین زمان استقرار یک کشتی هواپیمابر و بم افکن های B-52 را در منطقه تصویب کرده است تا در صورت احساس تهدید از سوی گروه طالبان حملات را انجام دهد. این گزارش در حال نشر شده که اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو دو روز پیش در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که نیروهای خارجی روند تخلیه پایگاه هایشان را از افغانستان آغاز کردند. او افزوده بود که نیروهای خارجی همه پایگاه هایشان را به نیروهای افغان می سپارند. گفتنی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 25 حمل برنامه خروج سربازان این کشور از افغانستان را اعلام کرد. طبق اعلام آمریکا، این روند از اول ماه می آغاز می شود و تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی ادامه می یابد. متحدان آمریکا در ناتو نیز اعلام کردند که همزمان با خروج نیروهای آمریکایی روند خروج سربازان خود را آغاز می کنند و یک جا از افغانستان خارج خواهند شد. این در حالی است که روزنامه صبح کابل در یک مقاله نگاشته است که مخالفت مقامهای آمریکایی با خروج سربازان این کشور، حضور بشر دوستانه یا نمایش هژمونی، بیرون شدن آمریکا از افغانستان از آنجا شروع شد که این کشور 20 سال با طالبان جنگید. در این 20 سال نبرد نه تنها که طالبان نابود نشد، بلکه دوباره جان گرفت و آمریکا را همراه با دولت افغانستان وادار به راه اندازی صلح و خروج نیروهای ناتو از افغانستان کرد. از زمانی که رئیس جمهور آمریکا تصمیم بیرون کردن سربازانش از افغانستان را گرفته است، بیشتر مقام‌های امنیتی این کشور به درستی این تصمیم شک کردند، تا جایی که مک اسپر مشاور پیشین امنیتی ملی آمریکا 15 اپریل به صراحت این تصمیم جو بایدن را اشتباه دانسته و آن را فاجعه اخلاقی خواند. در ادامه شک به درستی تصمیم بایدن در امریکا، پنجشنبه 2 ثور جنرال مکنزی فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا در مجلس سنا این کشور گفت که با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، اگر نیروهای امنیتی افغانستان در برابر گروه های تروریستی پشتیبانی نشوند، این ارتش که در 20 سال گذشته با هزار زحمت و کمک های جامعه جهانی به ویژه امریکا شکل گرفته و روی آن میلیون ها دلار هزینه شده است، از هم خواهد پاشید. این ارتش امریکا پیش از این نیز نگرانی خود را از قابل اعتماد نبودن طالبان ابراز کرده بود. گروهی که در حال جنگ با ارتش و شهروندان افغانستان است و در سوی دیگر امریکا و جامعه جهانی در تلاش است که این گروه را وارد ساختار سیاسی افغانستان کرده و به نحوه صلح سردی را به افغانستان بیاورد. جنرال مکنزی روز سه‌شنبه 31 حمل در کمیته خدمات نظامی کانگرس امریکا گفت: تجربه اون نشان می‌دهد که نباید به حرفای طالبان باور کرد. مکنزی خطاب به اعضای کانگرس گفت: من نسبت به قابل اعتماد بودن طالبان دچار تردید جدی هستم، اما باید ببینیم که آنها در عمل چی می‌کنند.
کمی پیشتر از این جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته بود که پس از خروج سربازان امریکایی از افغانستان هیچ کسی نمیتواند آینده این کشور را تضمین کند. من و هیچ کسی دیگر نمیتواند تضمین کند که پس از بیرون شدن امریکا در افغانستان چه اتفاقهایی را خواهد داد. این همه در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا تصمیم برگشتاندن نیروهایش را به خانه گرفته و به اساس زمان بندی بایدن قرار است تا 11 سپتامبر سال روان همه نیروهای امریکایی به خانه برگردند. بیرون شدن امریکا از افغانستان از آنجا شروع شد که این کشور 20 سال با طالبان جنگید. در این 20 سال نبرد نه تنها که طالبان نابود نشد بلکه دوباره جان گرفت و امریکا را همراه با دولت افغانستان وادار به راه اندازی صلح و خروج نیروهایش ناتو از افغانستان کرد. در 22 فوریه 2020 امریکا با گروه طالبان توافقنامه صلح بست و به اساس این توافقنامه طالبان تا یک سال به نیروهای امریکایی و ناتو حمله نکردند و سوی هم دولت افغانستان در اثر فشار امریکا ناچار شد با برچسب صلح با گروه طالبان بیشتر از 5000 زندانی این گروه را از زندان آزاد کند. به اساس توافقنامه دوحه که بهانه شد برای امریکا تا از جنگ فرسایشی افغانستان پایش را بیرون بکشد، گروه طالبان نیز باید با دولت افغانستان به صلح می رسید و در ساختار سیاسی افغانستان مدغم می شد. جو بایدن در حال تصمیم بیرون شدن از افغانستان را گرفته است که هیچ ماده توافقنامه دوحه به گونه کامل عملی نشده است مگر رهایی جنگجویان طالبان و شماری اندکی از نیروهای امنیتی افغانستان که بخشی از آنها کسانی بودند که در جریان گفتگوهای صلح از سوی طالبان به گروگان گرفته شده بودند. امریکا برای این به افغانستان آمد تا شبکه القاعده را نابود کند و مطمئن شود که افغانستان دیگر پناهگاه توریسم نباشد، هدفی که از سوی بایدن در روز اعلام زمان خروج سربازان امریکایی از افغانستان نیز تایید شد. اما اشتباه او در این بود که این هدف را برآورده شده دانست. امریکا در حال تصمیم بیرون شدن از افغانستان را گرفته که شبکه القاعده در افغانستان نابود نشده و به اساس آمار سازمان ملل میان 400 تا 600 جنگجو در افغانستان دارد. جنگجویانی که رابطه نزدیک با گروه طالبان دارند و در آموزش جنگجویان طالبان برای اجرای حمله های تروریستی همکاری می کنند. در سوی دیگر ماجرا نه تنها که شبکه القاعده در افغانستان نابود نشده و گروه طالبان نیز مثل پیش از 11 سپتامبر با این شبکه صمیمی است، گروه دیگری به نام داعش نیز در زمان حضور نظامی امریکا در افغانستان خط کشید و در کنار دیگر گروه های تروریستی زندگی به شهروندان افغانستان را تنگ تر کرد. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفا برای ویدیوهای بیشتر و مطالب دیگر چنل ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان برای بهبود برنامه‌های بعدی ما نظریاتتون را با ما شریک سازید. تا درود دیگر، بدرود.